همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ما همراه شده در این ارتباط. سمیرا، بیشتر از تو بشنویم جزئیات گزارش اقتصادی رویترز چیه؟ ایران از چه مسائلی کوتاه اومده؟ رویترز امروز یک گزارش اختصاصی منتشر کرد به نقل از حداقل دو منبع آگاه که در دولت جو بایدن کار میکنند و یکی از این منابع آگاه به رویترز گفته که ایران در رابطه با برخی از خواسته های خودش که پیشتر به شکل سرسختانه اونها رو میخواست پیش ببره کوتاه آمده. مشخص اما نیست که دقیقا این خواسته ها چه هست. اونطوری که اشاره کرده به این در واقع به دو مسئله اشاره کرده، اما روشن نیست که ایران از اینها به طور کامل گذشته یا نه. حداقل یکیش هست که میدونیم گذشته، بحث خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی هست که این دیپلمات آگاه ازش یاد کرده به عنوان یکی از خواسته هایی که ایران داشته و میدونیم پیشتر هم اعلام شده بود که ایران از این خواسته خودش صرف نظر کرده. اما مورد دوم هست که تا حدود زیادی در شک و تردید وجود داره و روشن نیست که چه اتفاقی افتاده. اون هم مسئله اختلافاتی است که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره و پیشتر این خواسته رو مطرح کرده بود که جامعه جهانی باید دست برداره از پیگیری این پرونده و اینکه بخواد از جمهوری اسلامی ایران پاسخ بگیره در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای که پیشتر در سه تأسیسات مشکوک داشته. و حال هفته گذشته اعلام شده بود که ایران قبول کرده که تا روز اجرای توافق یک پاسخ صریح و قانع کننده به آژانس بده و بعد از اون آژانس هم این پرونده رو مختومه اعلام بکنه. آمریکا از اعضای شورای حکام بخواد که دست بردارن از این پرونده و به کل این پرونده بسته بشه. حالا اون چیزی که رویترز امروز از قول این منبع آگاه آورده این هستش که ایران گذشته از این مسئله و مایل هستش که همکاری بکنه با آژانس. با این همه، همین امروز ما از جمهوری اسلامی ایران شنیدیم که رافائل گروسی دبیرکل سازمان انرژی اتمی رو داره متهم به سیاسی کاری میکنه و میگه که آقای گروسی مانع اصلی در راه احیای برجام هست و اینها رو اشاره میکنه. در نتیجه راجع به آژانس ما دقیق نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته، آیا ایران از این خواسته خودش صرف نظر کرده یا نه. سمیرا، آقای بلینکن با مشاور امنیت ملی اسرائیل دیدار نکرده، آیا عنوان شده که دلیلش چه بوده؟ قرار بودش که ایال حلوتا بیاد به واشنگتن. روز گذشته وارد واشنگتن شده و قرار بود که با آقای بلینکن روز گذشته دیدار بکنه، اما اونطور که خبرنگاران میگن این دیدار با شخص بلینکن انجام نشده و دلیلش هم این بوده که در برنامه کاری آقای بلینکن تغییری رخ داده. در واقع چیزی که به شکل عمومی اعلام شده اینه که آقای بلینکن یک برنامه دیگر رو داشته و نتونسته با حلوتا دیدار بکنه و در عوض حلوتا با وندی شرمن دیدار کرده که از معاونان آقای بلینکن هست در حال حاضر. این چیزیه که به شکل عمومی عنوان شده. هر بار که یکی از معاونان بلینکن دیداری انجام میده یک رید اوت یا در واقع جزئیاتی از اون دیدار منتشر میشه که در این مورد این اتفاق نیفتاده. ما همچنان نمیدونیم چه صحبت‌های بین طرف آمریکایی و اسرائیلی رد و بدل شده. اما در خبری دیگر هم ساعتی پیش اعلام شد که آقای گنتس وزیر دفاع اسرائیل قرار هستش که وارد واشنگتن بشه. امروز سه شنبه این خبر آمده که روز پنجشنبه قرار این سفر انجام بده. دانش میشه گفت که یک سفری است که در دقیقه 90 تحریزی شده. قرار هست که روز پنجشنبه که آمد به فلوریدا بره، به مقر سنتکام بره، در اونجا با مقام‌های از وزارت دفاع دیدار بکنه و روز جمعه هم با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار خواهد کرد. سمیرا قرایی همکارم از پایتخت ایالات متحده همراه ما